همه ما خوب میدونیم که بنیاد این کانون عشق و محبت خود خداست. ما در پیدایش 1:26 الی 28 وقتی رجوع میکنه میبینیم که خداوند هدفش رو داره میگه که میخواد انسان رو بیافرینه و انسان رو به شباهت خودش بیافرینه و زن و مرد رو نیز آفرید تا حتی تنها نباشن بلکه بتونن هر دو با هم یک باشن. هرچند در طول تاریخ متاسفانه شیطان در صدد این بود یا بیخردی انسان در صدد این بود که این کانون خانواده رو از بین ببره، حتی با باورهای مذهبی مثل این که میتونه یک مرد 4 تا زن داشته باشه، صیغه بکنه و زنهای زیادی داشته باشه، و یا باورها و عقیدتهایی مثل کمونیستی که ذهن انسان رو از این بر کنه هیچ لزومی نداره که حتما باید زن و شوهرها با هم ازدواج کنن، میتونن یک رابطه ای رو داشته باشن. اما خدا رو شکر آنچه را که خدا بنا میکنه هرگز کسی نمیتونه ثابت کنه. آمین. شاید به نوعی در طول تاریخ ضعیف بهشون داده بشه، اما خانواده هست و نیز خواهد بود. نویسنده اعلام میکنه پادشاهی گذر است ولی خانواده ماندنی هستش. خانواده خواهد موند، مشروط بر این که ما بتوانیم در آنچه که حقیقتاً به خاطرش آفریده شدیم درست بایستیم. عرض کردم خدا پدر ما هست. آمین. پس اگر من بخوام پدری رو بیاموزم از کی باید بیاموزم؟ از خدای پدر باید بیاموزم و خدا نیز به من مسئولیتی داده به عنوان پدر. این رو عرض میکنم اگر امروز به مناسبت روز پدر هست، این نیز برای مادران هستش، این نیز برای فرزندان هست. موضوع مسئولیت برای همه انسان ها هستش. پدر در کتاب مقدس به عنوان کاهن نیز اعلام میشه که یعنی نماینده خانواده در حضور خدا، به عنوان نبی هست یعنی نماینده خدا برای خانواده، و به عنوان پادشاه که به نیابت از خدا برای خانواده خوانده شده که این مسئولیت رو داشته باشه. پس بنابراین این مسئولیت رو خدا به انسان میده تا در اون مسیر نیز قدم برداره. در انجیل متی 11:27 میخونیم اعلام میکنه پدر همه چیز را به من سپرده است. مسیح داره میگه، میگه پدر همه چیز را به من سپرده. پس امروز اگر ما میگیم نمونه زندگی ما مسیح هست، از آن چیزی که خدا به مسیح داده ما میبایست از مسیح نیز دریافت کنیم به عنوان یک تعلیم درست. پدر همه چیز را به من سپرده است و کسی پسر را نمیشناسد به جز پدر و نه پدر را هیچ کس میشناسد غیر از پسر، و کسی که پسر را بخواهد بدو مکشوف سازد. پس بنابراین برای اینکه من بتوانم در مسیر آموزش عشق درست نسبت به همسر، نسبت فرزندان، نسبت به دوستانم، خیلی ها هستن نقش پدری توی جامعه دارن بدون که ازدواج کرده باشن، احساس مسئولیت دارن به عنوان منیجر کاری شما، به عنوان کسی که کارفرمای شما هست، شما میبینید یه دلسوزی داره، حتی شاید چند لحظه اونو ببینید، حتی به عنوان یک پزشک میبینی انقدر به تو نزدیک میشه از نظر احساسی، میبینی چقدر دوستش دارید و این نقش رو گرفته و این نقش رو خدا به یک انسان میده تا بتونه اینگونه وفادار نیز باشه. در انجیل یوحنا نیز میخونیم، یوحنا 17:26 میگه و اسم تو را به ایشان شناسانیدم. پس مسیح آمد تا نقش پدری رو به ما معرفی کنه، نه نقشی که درش داوری و قضاوت، هرچند بر حق بود، هرچند بر حق بود، شریعتی که داده شده بود لازم بود، اما آمد نقش فیض و محبت خدا رو به ما معرفی کنه و اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید تا آن محبتی که به من نموده‌ای در ایشان باشد به توسط ایمانشون به توسط روح القدس. برای همین هست لازم هست مردم به مسیح ایمان بیاورن تا زندگی سالم داشته باشن، ایمان بیاورن، تعلیم بگیرند، تشویق بشن و خودشون نیز ادامه بدن، فقط نه ایمان بیاورن. میگه در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم. و ما میدانیم چه از نظر کتاب مقدس و چه از نظر روانشناسی شخصی که خوب پدرش رو میشناسه، وقتی پدرش رو میشناسه سوال بیشترین موقعیت های زندگیش رو جواب داده. کسی که خوب پدرش رو نمیشناسه، ماهیتش رو نمیشناسه، سوالات زندگیش هم خوب نمیتونه جواب بده.
از این رو هست چقدر نیکوست که ما برگردیم به آغوش پدر اصلیمون، پدر حقیقیمون، که میتوانیم سوالات زندگی خودمون رو در اونجا دریافت کنیم برای یک موقعیت سالم و نیز خوب. باز در اول یوحنا 3 یا 3:1 میخونیم که اعلام میکنه، ملاحظه کنید چه نوع محبتی پدر به ما داده است. چه نوع محبتی داد پدر؟ انجیل یوحنا 3:16 که خدای پدر آنقدر جهان رو دوست داشت که یگانه پسرش رو داد تا ما هلاک نشیم. واو، این محبت اومده، یعنی در مقابل ما چنین محبتیه، حالا این محبت در منه و این محبت باید عمل کنه بدون توجیهات، بدون توجیهات. باز عرض میکنم توی پرانتز میگیم ما به مسیح ایمان آوردیم، من به مسیح ایمان آوردم، درسته، من مانند یک سنگ کثیفی هم ببخشید که این سنگ کثیف با مسیح برداشت شد، تمیزش کرد. حالا که من به مسیح ایمان آوردم باید اجازه بدم من شکلی رو بگیرم که خدا میخواد، نه اون شکل گذشته. توی دعای بلونای عزیزم این بود که خدایا کمک کن که ما بتونیم در مسیح اراده تو یاد بگیریم رشد کنیم. ایمان میاریم به مسیح، حالا تحت اراده او باید زندگی کنیم. یکی از خطراتی که متاسفانه مسیحیت رو داره الان تهدید میکنه، به طور خاص ما که توی قلمرو تازه مسیح هستیم، این هستش که میگیم ما شریعتی نداریم، ولی کلام خدا میگه ما بی شریعت نیستیم، و چون شریعتی نداریم فکر میکنیم ما انضباطی نباید داشته باشیم، ما نظمی نداریم، ما هیچ برنامه‌ای نداریم. من به مسیح ایمان آوردم، خداوند گناهان من رو بخشیده، میرم دنبال زندگی، هر کاری میکنم و بعدم خیالم راحته دیگه، من میرم تو ملکوت خدا، میرم تو بهشت. این یک خوشباوریه. خوشباوری نکنید، به خودتون و ابدیتتون آسیب میزنید. مسیحیت مسئولیت داره، نقش پدر مسئولیت داره، نقش مادر مسئولیت داره. خداوند در ابتدا مسئولیت رو به انسان داد، ما رو آزاد کرده، ما رو بخشیده، اما اگر من یه تیک سنگ هستم باید اجازه بدم توی دستان خدا تراشیده بشم. تو سختی ها و مشکلات فرار نکن از مشکلات، توجیه نکن با گناهانی که داریم زندگی میکنیم، بذار اون شکل و قیافه‌ای که خدا میخواد از تو دراره. یک پدر خوب، یک مادر خوب، یک خواهر خوب، یک فرزند خوب، تا نام او رو تا زندگی بتونید جلال بدید و اعلام کنید. ملاحظه کنید چه نوع محبتی پدر ما داده است تا فرزند خدا خوانده شویم و چنین هستیم و از این جهت دنیا ما را نمیشناسد زیرا که او را نمیشناسد. یعنی رابطه ای نداره. من به مسیح ایمان آوردم، اول یوحنا، انجیل یوحنا نیستش، اول یوحنا یعنی مال ماست، مال ایمانداراست. انجیل یوحنا مال همه است تا ایمان بیارم. یه نامه ها برای ایمانداراست، داره به ما میگه که من زمانی میتونم شکل بابام بشم باش رازگاهان دارم یا ندارم. کشیشین، خادمین، همسر کشیشین، بچه های کشیش هستین، بچه های خادمین هستین، نمیدونم کجا ایستادی، عضو کلیسا هستی، رازگاهان باید داشته باشیم. کلمه بهتر رو ما بعضی جاها میتونیم استفاده کنیم. اینجا برای حیاتمون باید هستش. باید نفس بکشم من. باید به یک نوزاد تا 2 سال گویی شیر بدی. باید بعد از اون تغذیهش رو قوی تر بکنیم. باید رازگاهان داشته باشم. شب خودم رو تخلیه کنم، تراپی کنم در حضور خداوندم. یک مسیحی زندگیش جدیه. شخص شوخ میتونه باشه، پر از شادی باشه، موقعیت های خوبه، ولی دیسپلین و نظم از زندگیش جدا نمیشه. چون اگر دیسپلین و نظم از او جدا بشه متاسفانه آسیب خواهد خوردش. از این رو هستش که ما میبینیم در انجیل متی 6:9-10 مسیح نیز اعلام میکنه ای پدر ما که در آسمان هستی، نام تو مقدس، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان هست بر زندگی من و شما نقش بگیره. خودمون رو پیدا کنیم، هویتمون رو پیدا کنیم و بتونیم تو مسیر درست قدم برداریم. نترسیم، گناه تهدیدت میکنه، خدا قادر گناه ها برداره. مگه در کلام خودش در نامه یعقوب 5:16 نمیگه؟ میگه نزد یک دیگر، دوتا خیلی شلوغش نکنید تو آبروتون میره، یک دیگر
کشیش معلمته، برو بگو، بگو من این مشکل رو دارم، من این ضعف رو دارم، برای دعا کن. اون شخصی هم که متخصص هست، تخصص داره، آگاهی داره، نه هر کسی. پس با فیض خدا، با روزه، با دعا گناه برداشته میشه. نقطه ضعف دیگه ای داری خداوند میتونه برداره تا نقش خودت رو پیدا کنی. هر نقشی که داری مهم نیستش، در هر جایگاهی هستی میتوانی. پس لازم هست زندگیمون رو نیز منظم کنیم و دیسیپلین کنیم. بریم با هم دیگه نامه کلوسیان 3:18-21 رو فکر میکنم در بروشوراتون هست. آیا عزیزان همه بروشور دارید؟ اونایی که ندارن دستا بره بالا، نفر $500 بگیریم یا نگیریم؟ نه نگیریم، مهمون هستم. ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید، چنان که در خداوند میشاید. خیلی ممنون. صحبت از اطاعت، گفتیم ما واژه ها رو داریم تعریف میکنیم که معنای درست برای زندگی بده. اطاعت یعنی محبت، یعنی وفادار. ای زنان، به آنچه که عهد بستید. چگونه عهد بستید؟ عهد این گونه بود که زن و شوهر وقتی عهد میکنن، در دارایی، در نداری، در سلامتی، در مریضی، در مشکلات، در آرامش، من همسرم رو رها نمی کنم. از این رو هستش که زندگی مسیحی توی روال خودش اگر به قوت روح القدس و حکمت خدا نباشه خیلی سخته، خیلی سخته، چون طلاق از تو میگیره، اجازه طلاق به تو نمیده، که اکثر طلاق ها برای سوء تفاهمه، برای عدم آگاهیه، برای کدورت های گذشته است که درست نشده، باید درست تو جایگاه درست شه. پس وفاداری خداوند داره میگه ای زنان، وفادار به اون عهد خودتون باشید، چون موضوع زندگی عهدداری است، عهد عتیق، عهد جدید. اونجایی که انسان در عهد خودش نایستاد، خداوند همون قسمت زندگی اون مشکل رو خدا پیگیری کرده تا به انسان بیاموزه عهددار و وفادار باش. بله، ای شوهران، زوجه های خود را محبت نمایید. آمین. و با ایشان تلخی مکنید. ای فرزندان، والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند. پس این منظور، این اطاعت بازم وفاداریه. کلمه اطاعت هر موقع بهش رسیدی بدون وفاداره. وفاداری از اطاعت بدتره. خدا که نظام تشکیل نداده که یک شخصیت خیلی سخت باشه و بگه این کارو بکن اون کارو. خداوند اول ادراکش به انسان داد، به انسان آموخت و بعد اگر انسان پذیرفت از اون جواب گرفت. به این میگم وفاداری. اگه کسی هم نپذیره، خب نپذیره، زندگی خودشه. خدا با فیضشون انسان را آفریده. حالا ادامه فیض در تعلیم هستش، در تشویق به کلام خدا و تقویت توسط روح القدس هستش که بتونه قدم برداره. میخواد هاللویا، نمیخواد هاللویا، این چیزی هست که خدا به انسان داده. بله، ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید، مبادا شکست دل شوند. که یک فرمول ساده هستش که پولس رسول داره به ما یاد میده، اما این فرمول ساده برای ما ساده است. چرا؟ چون ما روح القدس داریم. وقتی که یک اختلافی یه سوء تفاهم پیش میاد، شما چی کار میکنید؟ من از زهره جان هر روز وقتی اختلاف پیدا، هر روز خیلی اگر یک مشکلی برای ما پیش بیاد یاد گرفتیم، یا با هم دعا میکنیم، یه سبا ولی دعا میکنیم، دعا میکنیم در حضور خدا من، و بعد میاییم مسائل رو به همدیگه میگیم، میگم من به این علت الان در این رابطه موافق نیستم، ایشونم به من میگه، ولی کلام خداوند میگه تا قبل از اینکه بخواد غروب شب بشه، تموم بشه، باید این سوء تفاهم فاکش کنی، نه بین همسرت بلکه بین دوستانت، نه که سالها بکشه. حالا 10 نفر بیان به شما بگن بیاید با این آشتی کنید، میگه نه آخه نمیشه، حالا چیکار کنم، حالا اون زنگ بزنه، حالا اون گل بگیره، حالا اون مهمونی، تازه بازم ایماندارا با هم آشتی نمیکنن. این فرمول سخته، به خاطر اینکه من از قوت روح القدس اینقدر پر نشدم که این فرمول ساده رو انجام بدم. اما مسیح مثال زیبایی میزنه نسبت به پسر گم شده. میخوایم بریم با هم دیگه بشنویم از اون مثالی که مسیح در انجیل لوقا 15:11-32 نیز اعلام میکنه. با
باز گفت شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت ای پدر، رصد اموالی که باید به من رسد به من بده. پس او مایملک خود را بر این دو تقسیم کرد و چندی نگذشت که آن پسر کوچکتر آنچه داشت جمع کرده به ملکی بعید کوچ کرد و به عیاشی ناهنجار سرمایه خود را تلف نمود و چون تمام را صرف نموده بود قحطی سخت در آن دیار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع کرد. پس رفته خود را به یکی از اهل آن ملک پیوست و او را به املاک خود فرستاد تا گرازبانی کند و آرزو می داشت که شکم خود را از خوراکی که خوکان می خورند سیر کند و هیچ کس او را چیزی نمی داد. خب مرسی. پدر نقش پدری خودش رو خوب انجام داده بود. نقش پدر این بود که آنچرا که لازمه آموزش بود برای حیاتش، برای زندگیش، به پسرانش، دو پسرش یاد داده بود. اما اتفاقی که افتاد این بود که روح ناشکری و ناسپاسی پسر کوچیک رو میگیره و یا خیالاتی که در افکارش بود و یا چیزی که توی دنیا امروز هست. امروز همین اتفاق افتاده. امروز من و شما نجات پیدا کردیم. خدا پدر ما هستش. خدا کلیسا رو داده به تو، بدن خودش رو داده به تو و تو عضوی از این بدن هستی. بیرون خیلی صدا هست بر علیه کلیسا، شعبانت، موقعیت خدمتیت حتی هستش. همه این صدا هست. کجا میخوای بایستی؟ اگه به اون صداها میخوای گوش کنی، اینو بدون خدا مانع تو نمیشه. تو میتونی کلیسای خودت رو رها کنی، حتی میتونی بگی من از ایمانم جدا میشم، ایمانم رها میکنم. اما اینو بدون هیچ جایگاه دیگه نیست که تو آرامش داشته باشی، تو سلامتی داشته باشی، تو قوت و امید داشته باشی. نمیتونی. اگر هست همش کاذبه. اگر هست تاریخ انقضا داره، ابدی نخواهد بود. بله. و آخر به خود آمده گفت چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگی هلاک میشوم. مرسی. پدر پسر رو از دست داد. پسر چی رو از دست داد؟ میتونید بگین؟ پسر چی رو از دست داد؟ بلند بلند. پدر رو از دست داد. دیگه چی رو از دست داد؟ زندگیشو، شادیشو، خوشیشو، مالشو که برداشت برد، همه رو خورد، دستو گرفت، آرامششو از دست داد. آنچرا که لازمه آموختن بود برای زندگیش نیز اون رو از دست داد و همه ماهیتشو از دست داد. هیچ نقش خوبی دیگه نمیتونست داشته باشه پسر، ولی پدر فقط پسرشو از دست داده بود. نهایتاً امیدی که براش زحمت کشیده بود، توی پرانتز ببخشید لازمه بگم، وارد کلیسای مسیح میشه به هر دلیلی، با تمام دل من و خادمی ایستادیم شما عزیزان را خدمت کنیم، با تمام وجودمون ایستادیم شما را خدمت کنیم و این از طرف خداست. ذره‌ای از طرف من و این شبانان عزیزی که در لس آنجلس هستن حداقل نیستش، این از خداست. این محبت رو به ما میده که شما عزیزان رو بتوانیم، اگر بتوانیم محبت کنیم در آموختن کلام و نیز موقعیت های دیگه. اگر شما نیز بمانید وفادار، این رو بدونید اگر رفتید، ما یکی از بچه های روحانیمون از دست دادیم. امروز یکی از بچه های روحانی من که واقعا خودش برکت بده، امروز وفادار هست ولی توی موقعیتی هست نمیده، اومد این گل رو داد رفت. همیشه یه محبتی داره که بگه بابا من یادت هستم، به منم میگه پدر من یادت هستم. اینجا ما نیستیم که خود ستایی کنیم، بلکه اینجا هستیم که شما رو محبت کنیم، بتونیم شما رو خدمت کنیم. اگر شما رفتید، شما، من شما رو از دست دادم، ولی اینجا خیلی چیزای دیگه هست. حضور خدا هست، محبت خدا هست، تعلیم خدا هست، شادی هست، آرامش هست، اتوریتی و اقتدار هست که تو تکون میده. قسمتی از کلام خدا که بعد رسول داره میگه همون موقع لازمه زندگی تو میشه. آمد. نمیدونی چرا چی شد اون روز گفته شد، ولی میبینی زندگی تو عوض خواهد کردش. رایگانی تو خدا بهت میگه و ما یه موقع این در از نعمت بزرگ رو از دست خواهیم داد. بله. برخواسته نزد پدر خود میروم و به دو خواهم گفت ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کردم و دیگر شایسته آن نیستم به آسمان و ناکنیم یه به آسمان و حضور خود. خداوند برای همه ما یک برنامه زیبا داشته. همه ما ها تو برنامه خدا زیبا هست.
آیا ما برای بچه‌هامون برنامه نداریم؟ آیا برای کسی که دوستش داریم یه برنامه نداریم؟ آیا شما یه مهمانی میدید؟ همینجوری میگید فلانی بیا خونه ما؟ یه برنامه‌ای دارید؟ به طور خاص وقتی زمان طولانی میشه دوست دارون میزبان باشی که بتونی مهمان خودتو هپی و خوشحال کنی. بیهوده یک مهمونی نمیدی. خدا با برنامه اجازه تو آفریده بشی. ولی ما چون درک این محبت رو نداریم فکر میکنیم نه دیگه پدر و مادر ما خواستن و ما به دنیا آمدیم. اونا خواستن ولی خدا تو یک پروگرام ما رو داشته، تو یک برنامه خوب برای ما داشته که ما به این دنیا بیاییم. خدا بدون برنامه ما رو نیاورده. اگر با برنامه خدا هم قدم باشیم مطمئناً موفق و پیروز خواهیم بود. اما اگر در برنامه خدا نیستیم متاسفانه آسیب می‌خوریم. ولی خدا ما رو رها نمی‌کنه، باز می‌خواد ما رو دستگیری کنه، می‌خواد ما رو یاری کنه. بله. و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم، مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر. در ساعت برخواسته به سوی پدر خود برگشت. این در اصل توبه حقیقیه. به این میگن توبه حقیقی. دیگه تعارف نمی‌کنه. توبه مذهب نیست. خدای من رو ببخش دوباره فردامون اشتباه بکنه. بلنشم برم اورشلیم، بلنشم برم مکه یه کاری بکنم بعد دوباره گناه بیشتری بکنم. خیر. خدا منو دوست داره، خدا عاشق من هست و من اینو درک میکنم. وقتی اینو درک میکنم با عشق با تمام وجودم توبه حقیقی میکنم که خداوندا میخوام برگردم به سمت تو. بله. اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش خود کشید و بوسید. پسر وی را گفت ای پدر، با آسمان و به حضور تو گناه کردم و بعد از این لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. لکن پدر به غلامان خود گفت جامعه بهترین را از خانه آورده به دو بپوشانید و انگشتری بر دستش کنید و نعلی بر پاهایش و گوساله پرواری را آورده ذبح کنید تا بخورید و شادی نمایید. واو، میدونید که خدا با همه ما این کارو کرد؟ میدونید وقتی شما مسیح ایمان آوردید شما شدید فرزندان خدا، سفیران، پادشاهان، نور و نمک این جهان و این اتوریتی و این اقتدار رو به توسط روح القدس به ما داده و وای بر ما که هنوز سر موضوعات زندگیمون یک باره مانند مردمانی مثل دنیا آه میکشیم. ما چی میشه؟ حالا من چی میشم؟ چرا صدای خدا رو من نمیشنوم؟ حتما باید که شیش رسول نبوت کنه. بشین در حضور خدا من که خدا با تو سخن خواهد گفت و به تو تسلی میده چون تو فرزند خوب خدا هستی. نه به خاطر اعمال اون، ولی فیض شامل ما شد. فیض او کامله، ما رو محدود نمیکنه. بله. زیرا که این پسر من مرده بود زنده گردید و گم شده بود یافت شد. پس به شادی کردن شروع نمودن. و اما پسر بزرگ او در مزرعه بود چون آمده نزدی. از اون شعری که مولانا میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، برای ماست. عیسی خداوند آمد و دولت پاینده شد. آمین. آمین. حقیقتاً این برای ما هستش. احساس ضعف نکن. تو فرزند خدایی. تو پدری هستی که خداوند برای پدری خونده و تو مادری هستی که برای مادری خونده. اگر هنوز مجرد هستی خدا برای تو برنامه پدری داره. حتی اگر فکر میکنی دیره نمیتونی این رو بدون، خدا یک پروگرام دیگه ای داره. تو نقش پدری تو انجام میدی برای دیگران. بله. نزدیک به خانه رسید. صدای ساز و رقص را شنید. پس یکی از نوکران خود را طلبیده پرسید این چیست؟ به وی عرض کرد برادرت آمده و پدرت گوساله پرواری را ذبح کرده است زیرا که او را صحیح باز یافت. ولی او خشم نموده نخواست به خانه درآید تا پدرش بیرون آمده به او التماس نمود. اما او در جواب پدر خود گفت اینک سالهاست که من خدمت تو کردم و هرگز از حکم تو تجاوز نورزیده و هرگز بزغاله‌ای به من ندادی تا با دوستان خود شادی کنم. امروز میتونن مذهبیونی که با ریاضت و سختی و نمیدونن با ریاضت و سختی به زبانهای دیگه توی قبلگاه توی موقعیت‌های سخت میخوان به خدا نزدیک بشن اما نمیدونن. وقتی ما بهشون میگیم مسیح ما رو بخشیده، مسیح گناهان ما رو بخشیده، ما دیگه گناهکار نیستیم، مگه میشه؟ مگه تو چی کار کردی بعد از رسول؟ تو تمام زندگی در گناه اشتباه بوده، افکارت اشتباه بوده، یعنی تو به همین راحتی بخشیده شدی، تمام شد. اینو نمیتونن درک کنن. اما یه چیزی هست ادراک اونها رو میبره بالا. میدونی چیه؟ اعمال و رفتار ماست. رفتارمون رو مسیحانه کنیم، خواهش میکنم. گاندی میگه من مسیح رو دوست دارم اما مسیحیان رو دوست ندارم.
چرا؟ چون در مقابلش مسیحیانی بودن که رفتار درست نداشتن. امروز ما مسئول این برکتی هستیم که خدا به ما داده که مانند خود مسیح نیز بتونیم عمل کنیم. بله؟ لکن چون این پسرت آمد که دولت تو را با فاحشه ها تلف کرده است، برای او گوساله پرواری را ذبح کردی. او وی را گفت: ای فرزند، تو همیشه با من هستی و آنچه از آن من است مال تو است. ولی میبایست شادمانی کرد و مسرور شد، زیرا که این برادر تو مرده بود زنده گشت و گم شده بود یافت گردید. آمین. واو، هللویا. زیرا که مرده بودم با فیض خدا زنده شدم. آمین. گم شده بودم به توسط خدا یافت شدم. و همه ما میتونید دست بزنید. هللویا. عیسی مسیح شاه شاهان که در این قسمت از کلام خداوند هست. نقطه اول نسبت به اینکه چگونه میتونیم یک خانواده ای در محبت و عشق رو نیز کنار هم داشته باشیم. آیا همه بروشور دارید؟ باز عزیزان که بروشور نرفتن دستاتون رو بگید بالا. همه بروشور دارید؟ بله. خودکارم هست جلوتون؟ دوربینم دارید؟ تلفنم دارید؟ نقطه اول، نگاهی مسئولانه و رفتاری دلسوزانه. فکر می‌کنم روی تابلو داشته باشید. در کتاب اعداد 23:19 میخونیم، خب این مسئولیت رو ما از طرف خدا میگیریم. آمین. پس باید مثل خدا عمل کنیم. میگه خدا انسان نیست که دروغ بگوید. هوشیار باشیم. قدم اول، یک شخص مسئول این رو میدونه به آنچه که میگه وفادار هستش، به آنچه که میگه با دلسوزی عمل میکنه، نمیخواد فقط نمایان بکنه من چگونه هستم. خدا انسان نیست که دروغ بگوید و از بنی آدم نیست که به اراده خود تغییر بدهد. آیا او سخنی گفته باشد و نکند و یا چیزی فرموده باشد که استوار ننماید؟ گاهی هست که من تصمیم میگیرم
آنچه که میخوام باشم، فقط همون چیزی خودم هست. پیش کانسلر میریم برای مشکلات خانوادگی، قبلش نداریم. یه نه این خیلی نمیدونست. وارث صحبت میکنه که نه، از خودش میگه اصلا فایده نداره. تو برنامه تلویزیونی آقای دلش نمیگه. فلان روانشناس داره صحبت میکنه، باز گوش میکنیم. خود داره صحبت میکنه، نه نه در رابطه با من صدق نمیکنه. این برای فلانی هستش اینا. یا کاش که فلانی اینجا بود، این به درد اون میخورد. یا همسر من بود، به درد اون میخورد. چرا؟ چون من هنوز پی نبردم به موضوع اصلی این که من یک مسئول باشم نسبت به رفتار خودم و به آن چیه گفتم دلسوزانه عمل بکنم. وقتی میخوام فرار کنم از این موقعیت، متاسفانه به دامهای دیگه نیز گرفتار میشم. چرا؟ چون میخوام اون که من میخوام باشه. اونی که من میخوام خیلی ارزونه، زودم انجام میشه، ولی حقیقتا کار نمیکنه توی زندگی ما برای ایجاد صلح و محبت. شخصی میره برای گرفتن سمک و وقتی پزشک دکتر میرسه میگه این سمک ها چنده؟ میگه این 3000 دلار هست. میگه نه خیلی گرونه. میگه این 1500 دلاره. میگه ارزونتر هم دارید؟ میگه 500 دلارش هم. میگه از این ارزونتر؟ میگه آره 50 دلاری هم. میگه این چجوری کار میکنه؟ میگه اصلا این کار نمیکنه. تو وقتی سمک رو زدی، مردم وقتی دیدن تو سمک داری همه داد میزنن با تو صحبت میکنن. وقتی که من نمیخوام مشکلم حل بشه، دیگه همه از کنار من رد میشن، میگن او این برادر رسول آدم عصبیه، ولشون ولشون ارزشش رو نداره. بچه به تو یه جور دیگه میگه، همسر یه جور دیگه وانمود میکنه. چرا همه پذیرفتن؟ تو نمیخوای اصلاح بشی؟ اوکی، بقیه میخوام خودشون رو تو این دردسر نندازن، پس با تو کنار میان. اما چقدر خوبه که برسیم به اون جایگاهی که واقعا لازمه یک اصلاحیات خوب میتونه باشه. در نامه کلوسیان 3:21 میخونیم که باز اعلام میکنه ای پدران فرزندان خود را خشمگین مسازید، مبادا شکسته دل شوند و من ادامه میدم، مبادا افراد عصبی و خشمگینی باشن برای فرزندان خودشون. و متاسفانه اکثرا این اتفاق میفته. والدین باعث مریضی های روحی و روانی فرزندانشون میتوانند بشوند و خوشا به حال اون فرزندانی که برعکس عمل کنن، برعکس هم عمل میشه، واکنش برعکس هم میشه. پدر من کسی هستش که به من میگفت بابا من هر روز از پدرم کتک میخوردم و اگر یه روز به من نمیزد، هیچ بهانه‌ای نداشت، میدونستم حال خوبی نداره، میرفتم کنارش وای میستم که میزد پس کرد. ولی میدونید پدر من هرگز به من نزد، هرگز بابام به من نزد. بزرگترین تنبیه پدر من این بود که 2 ساعت با من صحبت میکرد. حتی یادمه بچه محله هم میمدن میگفتن به بابام میشه یه دونه بهش بزنی، میخوایم بریم بازی کنیم، ولی بابام ول نمیکرد، 2 ساعت با من صحبت میکرد. از این رو هستش اگر آنچه را که ما انجام میدیم توی زندگیمون و توی خونمون اگر نخواهیم عوض بشیم، متاسفانه خیلی ها رو مثل خودمون خواهیم کرد. آبراهام لینکلن میگه من نمیدونم پدر بزرگ من چه بوده، اما به این نکته بیشتر اهمیت میدهم که بدانم نواده او چه کسانی هستند. یعنی روی اون کار کنیم، از گذشته خودمون رو نیز آزاد کنیم. و نیز اندیشمندی اعلام میکنه مهربانی زبانی است که لال میتواند با آن سخن بگوید و کر میتواند آن را بشنود و نیز بفهمد. نکته دوم، شناخت درست و شما اضافه کنید درک عمیق. در انجیل لوقا 23:34 میخونیم که اعلام میکنه مسیح ای پدر اینها را بیامرزید و اینان رو من بخشیدم. بله من بخشیدم. نه زیرا که اینا مریضن. بله چی گفت؟ گفت زیرا اینا نمیدانن. و امروز اصول قانون روانشناسی همین شده، کسی که نمیدونه یعنی دارای ضعف روانی هست که تو باید کمکش کنی. دست نداره، پا نداره، چشاش کوره، کره، باید دست اون رو بگیری. و مسیح 2000 سال پیش این آموزش رو داره میده که کسی که نمیده در عمق وجود افراد نگاه کنیم. و چقدر بیشتر ما روح القدس رو داریم. خسته نشو از اینکه یه نفر تو کلیسا میاد با یک ذاتی هستش و اینقدر نگه به کشیش بگو، به اون خادم بگو این نگاه کن اینجوری، اون لباس اینجوری میپوشه، این نگاه کن اینجوری داره شوخی میکنه. اگر امروز شما شاهد این هستید توی کلیسا و توی جامعه و توی خونتون یک عیب داره، خدا اجازه داده که تو کمکش کنی اون عیب رو برداره با محبت.
و نه ای که یک تابلوی بگیریم دستمون و همش اعلام کنیم فلانی عیبو داره. همه ما میدونیم، همه ما مشکلاتی داریم که در طول زندگی ما آسیب خواهد زد. یک مثال چینی نیز اعلام میکنه، تا زمانی که به یک دوره به دره عمیق نرسیده ای ضخامت زمین رو درک نمیکنه. تا زمانی که با شخص زندگی نکنید به دلایل اصلیش نمیتونی پی ببرید که چرا دارای مشکلات و سختی هست. از این رو هست پولس رسول در کلوسیان 3:12-13 اعلام میکنه، پس مانند برگزیدگان، شما عزیزان مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، افشای رحمت و مهربانی و تواضع را نیز با خود داشته باشید. تاثیر میزن. خیلی هستن از عزیزان میگن بعد از شما موعظه میکنید اوکی اینا میگن ولی من تو مشکلات بد اقتصادی هستم، تو شرایط خیلی بدی هستم، اعصاب ندارم، وارد خونه میشم همسرم یه چیزی میگه، بچه‌م یه چیزی میگه، دوستم زنگ میزنه یه چیزی میگه، نمیتونم چقدر تحمل کنم. شما هستی صبح تا شب انگار بیکار دعا میکنی. من که نمیتونم، من باش دنبال کار رو هستم. ولی دوست عزیزی سالها پیش من گفت بله رسول، شبانم به من یاد داده و تو بدترین شرایط قبل از اینکه زانو در مقابل انسان بزنم زانو در مقابل خدا بزنم. و میگه وقتی که بر اثر مشکلات و سختی ها دیدم خوابم نمیبره، نصف شب رفتم توی بالکن و شروع کم زارو زدن و گفتم خدایا این چه وضعیته، از ایران اومدم وضعم خوب بود، اینجا وضعیتم بدتر شده، سرزنش همسرم هست، سرزنش دوستانم هست، از این بار از ایران میگن، سرزنش درون خودم هستش. و انقدر گفتم خدایا توی این مشکلات و مقیقت وضعیت بد کار هستم که بعد اشکم ریخت. بعد دیدم صدای کشوی در کشوی بالکن رو شنیدم که یکی در باز کرد، گفت فهمیدم همسرم متوجه شده. بعد پیش خودم گفتم ولش کن دیگه، حالا بذار گریه ما رو ببینه که ما تو. ولی گفت یک دفعه متوجه شدم یه دست کوچیک روی شونه من بود و منو بغل کرد، گفت بابا من تو رو تنها نمیذارم. گفت همون لحظه امیدی توی دل من اومد که اگر من بچه‌مو کلیسا بردم از محبت شنیده، اگر من از کلام خدا براش گفتم، اگر از محبت گفتم، بچه من امروز میخواد امید من باشه. پس تأثیر میذاره تعلیم شما روی افراد. هوشیار باشیم که مبادا اعلام خستگی کنیم و بگیم ما بریدیم نمیتونیم ادامه بدیم. نقطه سوم، توجه به زخم‌ها. نقطه بعدیش، مرهم به زخم‌ها. نگاه بکن به مشکل، مشکل رو باید پیدا کنیم. ما نمیتونیم بگیم ما مشکل رو پیدا نمیخوایم بکنیم، فقط دعا میکنیم مشکل حل بشه. این کارو نکنید لطفا، چون یک بار دیگه این مشکل یه جای دیگه ایجاد خواهد شد. هفته گذشته فکر کنم در این رابطه خیلی صحبت کردیم. اگر ما کاملا به ضعفمون پی ببریم، میدونیم موضوع دعامون چیه، میدونیم برای چی باید دعا کنیم. اگر بین من و همسرم، من و فرزندانم، من و دوستانم یک موقعیتی هست که رابطه خوبی نیست، علت اینکه چرا این رابطه خراب شده چی هست رو پیدا کن و ببر در حضور خداوند، که خداوند اون ضعف رو برمی‌داره و حتی اگر موقعیت‌های دیگه‌ای تو زندگی هست اون رو نیز ترمیم خواهد کرد. در مزمور 9:9 می‌خونیم، اعلام می‌کنه و خداوند قلعه بلند برای کوفته شدگان خواهد بود و قلعه بلند در زمان‌های تنگی. و در مزمور 46:1 می‌خونیم، خدا مرجع و قوت ماست و مددکاری که در تنگی‌ها یه چند سال دیگه یافت می‌شود. بله؟ فوراً یافت می‌شود. فوراً ما می‌تونیم از اون استفاده کنیم و بتونه باعث برکت ما بشه نسبت به آنچه که نیاز داریم. فقط بپذیریم. یکی از بزرگترین ضعف‌هایی که من گاهی در عزیزان می‌بینم این هستش که هنوز نپذیرفتن پادشاه، نپذیرفتن فرزند خدا، نپذیرفتن که قوت خدا با اونا هستش. با خدا که دارن صحبت میکنن همش التماس میکنن، انگار خدا نمیخواد بده، خدا باباشون نیست، خداوند کسی هستش که به عنوان یک پدر خونده هستش، اینها رو دوست نداره، اون پدر حقیقی ما هست و اون میخواد بهترین رو به ما بده. زندگی تو وسیع کن در حضور خداوند، باز کن و خدا میخواد تو رو برکت بده. خودتو محدود نکن تو خواسته ها در حضور خدا، اون خدای تو هست و بهترین رو به تو خواهد داد. ماهیگیری داشت، ماهی میگرفت، دیدی که کسی کنارش هست ماهی میگیره، همونطوری ماهی میگیره میندازه تو ماهیتابه، بعد با ماهیتابه میندازه توی دریا، بعد دوباره میگیره میندازه تو ماهیتابه، با ماهیتابه میندازه.
بعد گفت ببینم تو حالت خوب نیست، ماهی به این بزرگی داره میگه چه تو آب میندازی؟ گفت نه من ماهی میخوام که از ماهی تبه هم باشه. ماهی تبه تو بزرگ کن، خدا تو رو برکت میده، جایگات بزرگ کن. چند سال مشکل داری تو زندگیت، چرا خودتو محدود میکنی؟ نه اون درست نمیشه دیگه، من میدونم 20 سال زندگی کردیم هرگز درست نمیشه. چرا درست میشه؟ ولی اینجا جایگاهی که تو باید تو اون مسیر درست بشی. امروز خدا من میخواد تو جایگاهتو عوض کنی. چرا از یک زاویه دیگه داری نگاه میکنی؟ همسر تو، دوست تو، موقعیت زندگی تو، چرا تو عوض کن؟ اون موقع میبینی خیلی چیزا عوض خواهد شد. اون خدای من و تو جهان را آفریده، آیا نمیتونه رفع مشکل ما رو بکنه؟ آمین که میتونه با فیضش رفع مشکلاتمون رو بکنه. نکته چهارم، بخشش گذشته. دوباره میشه؟ اصلا خوشم نمیاد جلوتر از من میگید. جلوتر از من نذاره روی تابلو. تشویق به آینده. گذشته رو رها کنی. وقتی گذشته رو رها میکنی، راه ها رو باز میکنی برای اینکه بتونی حکمت پیدا کنی. شما اگه جلو پنجره هاتون، در خونه، توی خونتون کمد بذارید، اساس خونتون رو بذارید، اجازه نمیدید دیگه هوای تازه وارد بشه، نور وارد بشه. ولی وقتی که ببینید اینا رو برش میدارید، در پنجره ها رو باز میکنید، واو، نسیم تازه میاد، نور وارد زندگیت میشه. گاهی هستش که متاسفانه ما اونقدر با گذشته و تجربه گذشته بازی میکنیم و زندگی میکنیم و صحبت میکنیم که اجازه نمیدیم اراده خدا و حکمت خدا وارد زندگیمون بشه. اونو رهاش کن و اون جایگاه رو شما پیدا خواهید کرد برای اینکه بتونید بهترین رو دریافت کنید. در یعقوب 1:17 میخونیم که اعلام میکنه هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالا نازل میشود، از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و نیز سایه گردش نیست. اگر اجازه بدیم در حضور خداوند باشیم، این خداوند هستش که قوت ما خواهد شد برای رفع مشکلاتمون. در فیلیپیان 2:3 نیز میخونیم، اعلام میکنیم و هیچ چیز را از راه تعصب و عجله مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدونید. این دیدگاهی هستش که اجازه میده مشکلات برداشته بشه. این دیدگاهی هستش که ما رو توی جایگاه درست نیز قرار خواهد داد. نکته پنجم، امید برای بهتر شدن و اقدام برای اصلاح شدن. زمانی امید برای بهتر شدن در من هست که من روی نقطه اصلی مشکلاتم دست بذارم، همونی که عرض کردم قبلا خدمتتون، روی همون موضوع حساس بشم و خسته نشم، اونقدر دعا کنم و اونقدر پیگیری کنم و اونقدر بیاموزم برای رفع اون مشکل تا جایگاه درست پیدا کنم. در غیر این صورت من برای رفع مشکلات زندگی به جاهای دیگه نگاه میکنم، به موقعیت‌های دیگه نگاه میکنم. نگاه میکنم زندگی من بعد از میگم من به خاطر پدر مادرم هستش. اصلا میدونی چیه؟ از زمانی که من مسیحی شدم میگن حمله میشه، اینقدر من حمله شد زندگی من خراب شد، زندگی من به هم ریختش و هنوز من در تصاویر اشتباه نیز قرار خواهم گرفت. شخصی ماشینش رو برای تعمیر بو میکانیک میاد نگاه میکنه، میگه من میبینم ماشین شما اصلا ترمز نداره ولی بوغش خیلی مشکلی نداره. میگه خب به خاطر همین میخوام بوغش رو درست کنیم. آیا این گونه شده تا حالا تو زندگیمون عمل کنیم؟ مشکل اصلی رو رها کردیم که میتونه این گونه باشه که من در حضور خدا کم شدم، من در حضور خدا ضعیف هستم، من فراموش کردم که خداوند وعده داده که مرا محبت خواهد کرد و به دنبال این هستم که یه جور دیگه مشکل من حل بشه. در مزمور 42:11 میخونیم، اعلام میکنه ای جان من چرا منحنی شدی؟ دنبال چراها تو زندگیت باش. ای جان من چرا منحنی شدی؟ چرا احساس میکنی الان موقعیت وضعیت اقتصادی بده؟ چرا احساس میکنی در خشم هستی؟ چرا آرامش نداری؟ چرا رابطت به هم خورده؟ و چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را باز هم خواهم گفت که نجات روی من و خدای من هستش. آمین. بریم سری نکته ششم. فکر کنم چند نفر دارم پروپوف میکنم برای صدای من. نکته ششم، شفاعت برای کدورت ها و محبت برای آزردگی ها. کدورت یعنی تاریکی ها.
یعنی اون قسمت از زندگی ما که مفهومی است، معلوم نیست. چرا رابطه ها به هم خورده؟ چرا زندگی من در مسیر موفقیت قرار نمیگیره؟ چرا من به عنوان نقش پدر و نقش مادر خوب نتوانستم پدری و مادری بکنم و احساس میکنم که فرزندان من از من دور هستن؟ تمام آنچه را که کلام خدا میگه ازش دور باشه. چه چیزایی دور باشیم؟ کینه، نفرت، دروغ، حسادت، خشم، همه اینا و و و و و همه اینها گاهی وسیله میشن که متاسفانه ما رو بیشتر توی کدورت ها و توی سوء تفاهمات قرار بیدن. در امثال 22 میخونیم که اعلام میکنه مگو از بدی انتقام خواهم کشید، چرا که میشی زن جنگجو یا مرد جنگجو، همش باید بجنگید. من به عزیزان میگم لطفا جنگ رو بذارید کنار، با شیطونم نجنگید، خود خداوند میجنگه. شما در راستی کنار باباتون بایستید، کنار پدرتون بایستید، اون میجنگه. مگو از بدی انتقام خواهم کشید، بلکه بر خداوند توکل نبا و تو را نیز نجات خواهد داد. آمین. و چشمان ما رو باز میکنه. ولی تو کدورت ها، زمانی که وجود من پر از کینه و بدبینی هست، تصویر اشتباه دیگه این هست که فکر میکنم تمام بدی های من میتونه موقعیت دیگه ای باشه. شخصی متوجه میشه هر چقدر از خانومش استدعا میکنه، خانومش اصلا توجه نمیکنه. بعد دیگه رو دلسوزی فکر میکنه که آره دیگه گوشش سنگین شده و میره پیش پزشک، میگه آره خانمم فکر کنم بر اثر سنش که رفته بالا گوشش سنگین شده و نمیخوام یه موقع بهش بگم و روبیش رو به هم بزنم، اومدم یه سمک از شما بگیرم. میگه آخه اینجوری که نیستش، این سمکی شما میخواد بزنید احتیاج داره که بدیم چقدر ایشون شنواییشون از دست دادم. میگه چی کار کنم؟ میگه میری توی مسیر 4 متری باش صحبت میکنی، نشد 3 متری، 2 متری و 1 متری، بعد میام من خبر بده. میگه باشه. و من تو مسیر 4 متری وای میسه، بعد به خانومش میگه امشب شام چی داریم؟ میگه نمیشنوه. 3 متری امشب شام چی داریم؟ نمیشنوه. 2 متری امشب شام چی داریم؟ بازم نمیشنوه. میره 1 متریش پشتش وای میسه، میگه امشب شام چی داریم؟ زنه برمیگرده میگه 4 بار گفتم قرمه سبزی. گاهی هستش که اینگونه ما عمل میکنیم، تصور میکنیم مشکل میتونه کسی دیگه باشه، اما فراموش نکنیم که یک نگاه درستی باید به خودمون بکنیم. نکته هفتم، شکرگزاری برای همه چیز و خوشحالی برای همه کس. یه بار دیگه بگم، شکرگزاری برای همه چیز، خوشحالی برای همه کس. وقتی که وارد کلیسا میشید، وقتی وارد یه مهمانی میشید، وقتی تو یک موقعیت که زندگی باشه، مخوشیار باش، میخواد چی کار کنیم؟ همه ما داوری میکنیم، اما خواهش میکنم پنجره های داوری بد رو ببندید، تمونش کنید، رهاش کنید. میخوام داوری خوب کنم، خدا رو شکر برای ایشون، برای لباس ایشون، برای خنده ایشون، برای اینکه ایشون آروم چهرهش، برای اینکه ایشون پیرنش بلند سفیده داره میاد به سمت دوربین و و و و و میتونیم بگیم خدا رو شکر. حالا شعب جان سیبیل هم گذاشته، خدا بشه برای بجاش سیبیل هم گذاشته. شعب جان اینجا سانسور نکنیم، میتونم برای همه چیز رو میگم خدا رو شد و اعلام ناشکری نکنم. وقتی اعلام ناشکری میکنم، اجازه دادم پیروزی های ما نبینم، خوشی ها ما نبینم، همسر زیبا و خوب ما نبینم، بچه های خوب ما نبینم، همش به فکر این هستم که یه چیز. میدونی انسان هایی که اهل ناشکری و قول ببخشید شکایت هستن، چرا؟ چون در مقابل خودشون یه تپه میبینن که همه آرزوهای دلشون رو اونور تپه میبینن و همش میگن کی ما از این تپه میریم بالا. بابا تو بالای تپه ای، مسیح و من تو رو روی صخره بنا کردم، قرارت دادم، از همین بالا ببین پیروزی هاتو، سلامتی تو، شادی هات رو. پادشاهی خیلی اهل شکایت و غر بوده. وقتی که وزیرها رو صدا میکرده، میگفته اینجا رو باید فتح کنیم، اونجا رو فتح کنیم، من ناراحتم. میگن پادشاه تو همه جا رو گرفتی دیگه. میگه نه فلان سرزمین خیلی الماس داره، اونجا رو باید بگیریم. و اینا هیچ موقع نمیتونستن اینا اشتباه کنن نسبت به اینکه راضی بشه. یه روز یه شب که داشته با خودش غر میزده شکایت میکرده، هم توی کاخ قدم میزده، همینطوری میره تو آشپزخونه. وقتی وارد آشپزخونه میشه، میبینه آشپز داره با خودش میگه، میخنده، بشکن میزنه، میرقصه. تعجب میکنه، میگه این آشپز چی داره که اینقدر شاده؟ و بعد میره بهش میگه ببینم
تو خیلی خوشحالی. میگه بله پادشاه، چرا که ناراحت باشم؟ پادشاهی به خوبی مثل تو دارم، سرزمین به این خوبی دارم، همسر خوب دارم، تو تا بچه دارم، یه خونه نیمچه حصیری هم تو فلانجا تو دهات دارم. میگه حصیریه؟ میگه آره. میگه از اینقدر خوشحالی؟ میگه آره خوشحال هستم. تعجب میکنه، وزیرش صدا میکنه، میگه ببین این بیخودی خوشحال نیست بابا، این یه چیزی داره، چطور من این همه جاها رو فتح کردم، این همه ثروت دارم، مثل این خوشحال نیستم؟ برو ببین این چی داره. وزیرش میگه ببین این یه چیزی رو نداره. میگه چی؟ میگه توی گروه 99 ما نیست. میگه 99 چیه؟ میگه پادشاه میشه یه کیسه از اون سکه هاتون رو من بدیم؟ میگه بله. خب کیسه که همیشه کیسه که پادشاهان میدادن و سکه که پادشاهان میدادن مخصوص بود، یعنی از نظر ارزش بیشتر از سکه هایی بود که رواج داشت، و اون یه کیسه از اون سکه برمیداره و درش باز میکنه، یه دونه از سکه ها رو میده به خود پادشاه، میگه من با همین به شما ثابت میکنم. ایشون دیگه نمیتونه شاد باشه. یعنی چی؟ یه چی میده و میره. بعد از دو سه روز دیگه پادشاه میره یه سری بزنه به این آشپزه، نگاه میکنه آشپزه حالش گرفته است، کلافه است، کار میکنه، اصلا حال خوشی نداره. میگه چرا انقدر ناراحتی؟ میگه هیچی، مسئله شد. میگه خب بگو شاید من حلش کنم. میگه نه 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 شما نمیتونید حل کنید، چیز خاص آنچنانی نیستش. وزیر رو صدا میکنه، میگه چرا اینجوری شده؟ میگه همون رفت تو گروه 99. میگه گروه 99 چیه؟ میگه اون 99 تا دونه سکه رو من گذاشتم در خونه ایشون، و ایشون وقتی پیدا کرد چند بار میشینه میشماره میبینه 99 تاست. خب اون کیسه باید 100 تا باشه و ارزشش نسبت به سکه های دیگه چندین برابر بودش، نسبت به سکه هایی که و برای خودش برنامه ها داشت دیگه. و میگه این الان دیگه داره کار میکنه و به دنبال این هست که از اینجا که میره کجا بره چی کار کنه تا اینو بکنه تا 100 تا سکه تا به آرزوهای دلش برسه. حالا گاهی ما این گونه هستیم، همه چیز داریم اما هنوز به دنبال چیزایی هستیم که نداریم، و اون چیزایی که نداریم امروز متاسفانه باعث این شده که ما اون شادی و اون قوت رو نداشته باشیم. از این رو هست در افسوسیان 5:20 میخونیم که اعلام میکنه پیوسته به جهت همه چیز خدا و پدر را به نام خداوندمون عیسی مسیح شکر کنید. و در مزمور 89:15-16 میگه خوشا به حال قومی که آواز شادمانی رو، من اضافه میکنم حتی کلام خدا میگه اضافه نکنید تو پرانتز میذارید، در حضور خدا باشه، چون در حضور خدا کمال خوشی هست. خوشا به حال قومی که آواز شادمانی را میدانند و در نور روی تو ای خداوند خواهند خرامید، در نام عیسی مسیح آمین. بریم با هم یه آخرین آیه را نیز داشته باشیم، افسوسیان 6:1-4. ای فرزندان والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. پدر و مادر خود را احترام نما، آمین. که این حکم اول یا بعد است، تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین کنی. و ای پدران فرزندان خود را به خشم نیاورید، بلکه ایشان را به تعدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. آمین. هللویا. من فکر می‌کنم این آیه کاملا موضوع رو رسونده که با عشق و محبت با آموزش هم یاد بگیریم هم یاد بدیم، هم در حضور خدا بمانیم و هم در حضور توی خونه بچه هامون به بچه هامون وقت بدیم. بابا به من وقت میده، منم باید بابایی باشم که به بچه هام وقت بدم، به دوستانم وقت بدم برای رفع هر نوع کدورت و هر نوع